سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدیم تو این برنامه به راز تعرض و سرقت از زنان و دختران تنها و مجرمی که به شکلی عجیب به دام افتاد میپردازیم پرونده ای که در سال 1395 و در کرمان اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این پرونده هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته پس در ادامه برای بررسی این پرونده عجیب با ما همراه باشید ماجرا برمیگرده به چند سال قبل یعنی آذر ماه سال 1395 تون زمان موضوع سرقت طلاهای زنان از خونه هاشون به پلیس گزارش شد. نکته مهم ما این بود که مرد سارق بعد از ورود به خونه ها زنان جوان رو مورد آزار و اذیت قرار میداد و بعد از اون دست به سرقت طلاهاشون میزد. از آنجا که در ابتدا موضوع پرونده سرقت بود، رسیدگی اون رو در اختیار اداره ما یعنی مبارزه با سرقت قرار داده بودن و بعد از اون بود که تو تحقیقات بیشتر از شاکیان معلوم شد که این سرقت همراه با آزار و اذیت و تجاوز بوده. این پرونده با شکایت زن جوونی در اوایل آذر سال 95 به جریان افتاد. زن جوون سراسیمه خودش به اداره آگاهی رسوند و این در حالی بود که از نظر روحی خیلی آسیب دیده بود و ترس و حراس و به خوبی میشد از چشاش خوند. اون ابتدا مدعی شد که طلاهاش به سرقت رفته اما ترس و حراسی که تو چهرش بود از موضوع مهمتری حکایت داشت. زن جوون زمانی که مطمئن شد تمامی صحبتاش تو اداره محفوظ میمونه و قرار نیست کسی از هویتش و حادثه ی تلخی که براش رخ داده با خبر بشه گفت خونه ی ما ویلاییه امروز تو خونه تنها بودم حوالی ساعت یک بعد از ظهر بود که زنگ خونه به صدا در اومد آیفونو که جواب دادم صدای مردی به گوش رسید که میگفت مشاور املاکیه و میخواد خونه رو ببینه اون گفت شوهرم خونه رو برای فروش گذاشته و برای آوردن مشتری نیاز داره که اول خودش خونه رو ببینه. قرار بود خونه رو بفروشیم و برای همین شک نکردم. بدون توجه به خطری که در کمینم بود در رو باز کردم و مرد میان سال رو به داخل خونم راه دادم. اون بعد از اینکه وارد خونه شد تمام اتاقا، آشپزخونه و حتی حیات خلوتم بررسی کرد. به نظرم دنبال چیزی میگشت. اما بعد از اینکه اون اتفاق وحشتناک افتاد فهمیدم اون خونه رو جستجو میکرده تا مطمئن بشه که من تو خونه تنهام. اون مرد بعد از اینکه همه جای خونه رو بررسی کرد به طرف من حمله ور شد و به زور منو مورد آزار و اذیت قرار داد. بعدم طلاهامو سرقت کرد و پا به فرار گذاشت. شکایت زن جوان نخستین شکایت از مرد شیطان صفت بود. بعد از اونم شکایت های مشابه دیگه ای در اختیارمون قرار گرفت. هر چند این شکایات به صورت پراکنده و تو بازه های زمانی متفاوت اعلام می شد. اما با توجه به اظهارات شکات پرونده تو همه موارد سارق یه نفر بود. تحقیقات نشون میداد که این مرد میان سال به عنوان مشاور املاک در حوالی ظهر یعنی زمانی که اکثر خانمای خوندار تو خونه هاشون تنها هستن به دنبال خونه هایی می گشت که یه طبقه و ویلایی باشن. اون بعد از شناسایی خونه های مورد نظرش به سراغ همسایه میرفت و در رابطه با ساکنین خونه اطلاعاتی به دست می آورد. این تحقیقات برای اون بود که اطمینان حاصل کنه چند نفر داخل خونه هستن و اگه مطمئن میشد فقط یه زن در اونجا حضور داره زنگ خونه رو میزد و خودش رو بنگاهدار معرفی کرد. بعد با این ادعا که مرد خونه اونجا رو برای فروش یا اجاره گذاشته وارد میشد و زمانی که میفهمید کسی داخل خونه نیست نقشه شیطانی خودش رو اجرا میکرد و بعد از اون دست به سرقت طلاهای تومش میزد. با افزایش شکایت ها اکیپی ویژه از مأموران وارد عمل شدن و تحقیقات گستردهی برای دستگیری مرد میان سال کلید خورد. در این بین، با انتشار شایه هایی درباره حمله مردی شیطان صفت به خونه ها و آزار و اذیت زنان تنها، ترس و وحشت در بین اهالی شهر، به خصوص زنان خونه دار به وجود اومده بود. دیگه کسی مطمئن نبود که فردی که زنگ در خونشون رو به عنوان بنگادار یا مستجر یا خریدار خونه به صدا در میاره کیه؟ آیا هویت اون واقعیه یا اینکه وی همون مرد شیطان صفتیه که برای اجرای نقشه شوم خودش به اونجا اومده؟ اکیپی از معموران به صورت نامحسوس محله هایی که احتمال میرفت مرد شیطان صفت در اونجا دیده بشه رو زیر نظر گرفته بودن. گشتای پلیس هم خیابونا رو مخصوصاً در ساعتی که بنگاهدار قلابی نقشاش رو اجرا می کرد اما با همه اینا هیچ رد و سرنخی از اون به دست نیمد. با توجه به اینکه این جنایت سریالی بود و از سوی یک نفر صورت گرفته بود به چهرنگاری از مرد میان سال پرداختیم. تنها سرنخی که میشد ما رو در کشف این جنایت کمک کنه همین تصویر چهره شده بود این تصویر در اختیار تمامی واحدهای گشت پلیس قرار گرفت تا در صورت آفتابی شدن این مرد وی ای رو بازداشت کنن. طبق اظهارات شاکیان پرونده، متهم مردی میان سال با موهای بور، کم دندانهای خراب و لاغرندان بود که سوار بر موتورسیکلت هوندای خودش به خونه های قربانیان میرفت. با این حال هیچ کدوم از شاکیان موفق نشده بودند که شماره پلاک موتور اونو به دست بیارن. از طرفی همسایه های قربانیانم هم مرد شیطان صفت رو دیده بودند. اونم در زمانی که اون به سراغشون میرفت تا در رابطه با خونه ی مورد نظرش از اونا پرسجو کنه. برای همین این احتمال وجود داشت که اونا اطلاعات دقیق تری از متهم تحت تعقیب داشته باشن. اما این شاخه از تحقیقات هم به بنبست رسید. چرا که همسایه ها اصلا تصور نمی کردن مردی که خودشو بونگاهدار معرفی کرده بود یه جنایتکار بیرحمه که نقشه شومی در سر داره. در حالی که هیچ ردی از مرد شیطان صفت نبود، جستجوهای ما ادامه داشت. پیدا کردن این مرد در چنین شرایطی کار بسیار سخت و دشواری بود. با این حال، ما به تحقیقات شبانه روزی خودمون ادامه میدادیم و تو این بررسی ها نهایتا به سرنخهای مهم می رسیدیم. در حالی که تحقیقات ادامه داشت، یه روز دختر جوونی با مرکز فوریت های پلیس تماس گرفت و اطلاعات عجیب و جالبی در رابطه با متهم فراری در اختیار ما قرار داد. یادمه که بهمن ماه بود. دختر جوان وقتی تماس گرفت گفت که مرد شیطان صفتی با ورود به خونه اونا قصد آزار و اذیت اونا داشته. با عجل راهی محل شدیم. خونه ای که بدون شک میدونستیم یه طبقه و تنها کسی که داخل خونه حضور داشتم همون دختر جوانی بوده که با پلیس تماس گرفته بود. قبل از حضور ما مامورای کلانتری خودشونو به خونه مورد نظر رسونده بودند. با حضور در خونه با دختر جوانی مواجه شدیم که هراسون و سراسیمه بود. با اینکه لحظاتی از حمله مرد شیطان صفت گذشته بود اما هنوز ترس رو تو چشمای دختر جوان به خوبی می دید. از اون در رابطه با ماجرا پرسیدم و اون گفت مدتیه که خونمون رو برای فروش گذاشتیم و هر از گاهی فردی زنگ خونه رو به صدا در میاره و با معرفی خودش به عنوان مشتری یا بنگاهدار به خونمون میاد. امروزم در حالی که اعضای خانوادم برای انجام کارای شون بیرون رفته بودن و من تو خونه تنها بودم، زنگ خونه به صدا در اومد. مرد میان سالی که خودشو مشاور املاکی معرفی می کرد گفت می خواد خونه رو ببینه. من که فکر میکردم اون از بونگایی همین محله در رو باز کردم و اجازه دادم که بیاد داخل. مرد غریبه بعد از اینکه مطمئن شد کسی داخل خونه نیست به من حمله کرد و قصدش منو مورد آزار و اذیت قرار بده. اما از اونجا که من مدت ها سورشته کاراته فعالیت میکنم و آمادگی جسمانی خوبی دارم شروع به مقابله با اون کردم. تون شرایط با تمام قوایی که داشتم به مرد میان سال حمله کردم و اونو مورد ضرب و شتم قرار دادم. اولش مقاومت کرد اما من تسلیم خواسته شوم اون نشدم و همزمان با این که از خودم دفاع می کردم شروع به داد و فریاد کردم و از همسایه ها کمک خواستم. مرد میان سال که میدید حریف من نیست و از طرفی داد و فریادای من دیر یا زود همسایه ها رو به کوچه میکشونه دست از سر من برداشت و فرار کرد. اون به قدری ترسیده و هول کرده بود که وقت نکرد کفشاش رو پا کنه. به خاطر همین پا برهنه فرار کرد. منم تا مقابل در حیات اون رو تعقیب کردم و دیدم که اون با عجله سوار یه موتور هوندا شد و از محل گریخت. بعد از اسارت زن جوان حالا سرنخ دیگه هم از مرد شیطان صفت به دست اومده و اون کفشای متهم بود. این کفشا برای انجام تحقیقات به آزمایشگاه جنایی ارسال شد. کفشای متهم تنها مدرکی بود که در این مدت به دست آورده بودیم و با وجود این کفشا اگر متهم بعد از دستگیری ماجرا رو کتمان می کرد ما مدرک مستندی علیه اون داشتیم. تحقیقات شبانه روزی ما برای یافتن متهم ادامه داشت و با توجه به اینکه چند شاهد صحنه فرار مرد شیطان صفت از خونه آخرین قربانی رو دیده بودن، سرنخای دیگه یه وی به دست اومد. یکی از سرنخا شماره یه پلاک موتور بود. سرنخایی که باعث شد سرانجام بتونیم محل زندگی این مرد رو شناسایی کنیم. این محل به محاصره پلیس در و ما با دریافت دستور قضایی راهی اونجا شدیم و مرد میان سال رو دستگیر کردیم. بنگادار قلابی که از دستگیریش حسابی شکه شده بود مدام درباره اتهامش میپرسید. اما من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که اونو به اداره آگاهی منتقل نکردم چیزی درباره اتهامش نگم. طبق نقشه که در سر داشتم مرد میان سال رو که اسمش محمد علی بود به اداره آگاهی بردم و به محض ورود به اداره کفشاشو بهش نشون دادم. هر چند تصور نمی کردم که اون با دیدن کفشاش ناراحت و منقلب بشه اما باورم نمی شد که اون چنین اکسل عملی رو از خودش نشون بده. این مرد با دیدن کفشا به قدری شکه شد که حالش بد شد و از هوش رفت. فورا دکتر اداره رو خبر کردیم و بعد از به هوش اومدن محمد علی و اطمینان از اینکه حال اون خوبه به سراغش رفتم تا باهاش صحبت کنم. می دونستم که اون دیگه به فکر کتمان و انکار ماجرا نیست. اون به محض دیدن من شروع به صحبت کرد و به جنایات و سرقت سریالیش از زنان خونه دار اعتراف کرد. اون همه اتهاماتش رو به گردن گرفته و بی اون که با شاکیان مواجهه حضوری داده بشه به همه جرائمش اعتراف کرد. همه اینام هم به خاطر کفشایی بود که وی در محل جنایت به جا گذاشته بود. همین کفشا بود که باعث شد متهم بدون هیچ بازجویی به جنایتی که مرتکب شده بود اعتراف کنه. اون کفشا سرنخی بود که من هیچ وقت اونا رو فراموش نمی کنم. گاهی وقتا چیزایی که متعلق به یه مجرمه و در صحنه جرم باقی می مونه مهمترین سرنخ پرونده است و هرچند در نگاه اول به نظر نمیاد که چیزی رو ثابت بکنه اما باعث میشه به آسونی راز یک جنایت فاش بشه. محمد علی در دادگاه به جرم سرقت و تجاوز به عنف به 130 ضربه شلاق و قصاص محکوم شد. حکم اون بعد از تایید دیوان عالی کشور به اجرا درآمد. برای بررسی راز قتل‌های سریالی و مشکوک در بندر لنگه و ارومیه بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و شاد باشید